در بین ما هستن آقای بهمن پناهی که فقط چند دقیقه چون ایشون دیرم رسیدن چند دقیقه فقط بهشون وقت میدیم. ایشون هنر موسیقیدان و خطاط هستن. لطفا تشریف بیارید. خواهش میکنم. آقای بهمن پناهی حتما چهرهشون برای همگی شما خواهش میکنم. خیلی خیلی لطفا. ایشون کلاس های خطاطی دارن. اگر احیانا شما مایل بودید از طریق انجمن من میتونم خدمتشون پیام های شما رو بگم و کلاس های دیگه هم داریم خودتون. ببخش من خیلی شرمندم. خواهش میکنم. قرار من زود بیام ولی چون این نمایشگاه دارم من دو تا نمایشگاه دارم. یکیش برای شب ششم و هفتم اکتبر یکم تقریبا غیر منتظره بود برای همین واقعا من صبح تا شب دارم کار میکنم کار رو برسونم برای نوی بناش بقول معروف این برای نمایشگاه خطاطی هست. آخرین کار آخرین کارام یک کارهای مدرن کار خیلی بزرگ و اینا هستش اونا و چون این نمایشگاه دیگه برای نوام دارم من دوست ندارم تبریک کنم برای اینا ولی دارم توضیح میدم برای چی یعنی که بعد تو چاپخونه بودم تا همین 10 دقیقه پیش یورو پیش هر چی مسعی کردم کارت برسونم به کارت نمایشگاه اونا نه متاسفانه ولی چیزایی هست حالا خب میتونید رو تخته بنویسید تاریخ و اینا رو یادداشت بفرمایید بعد خوردیم به ترافیک از این بابت از شما معذرت میخوام دیگه شما من خواهش میکنم خیلی لطف کردید بله خوشحالم که اینجا شما عبادت طولانی قدیمی داریم به سر فرمایید تو خندرچی زحمت رو که چون برای فرهنگ هنر ایران میکشن که برنامه روشنه خوشنویسی؟ بله دوستان گاهی وقتا از من میپرسن چه میکنی تو اروپا اینا میگم من هنوز کار دیگه یاد نگرفتم غیر از خوشنویسی و موسیقی برای همین کار میکنم اینه که خوشنویسی که من انجام میدم کماکان کارهای خوشنویسی ایرانیه و روی اشعار ایرانی و مطالب ایرانی کماکان اینطور خب جدیدن یه فضای جدیدی باز شده بیشتر کارهایی که میکنم کارهای به اصطلاح خیلی من دوست ندارم کنار مدرن استفاده کنم ولی کارهای مدرن کارهای خیلی بزرگ یه متر دو متر اون هاست این که سعی کردم یه فضای جدیدی توی خوشنویسی ایجاد کنیم اگه قدم رنجه کنیم بیاید برای شب ششم شنبه میشه بکنم میبینم حالا چیزو بهتون میام رو تابلو می‌نویسیم بعد امیدوارم که از بتونیم انجمن فرهنگ آزاد از آقای پناهی خواهش کنن که یک جلسه سخنرانی کامل در مورد هم موسیقی و هم خوشنویسی خودتون لطف بفرمایید برای اعضای محترم کمال میل افتخار یه نمونه کوچیک هم با خودتون دارید که ببینیم نمونه خط و اینا مثلا سیتتون این چیزی بله دیگه هم تو روی اینترنت اگه زحمت بکشه اسم و فامیلی من رو بزنید تو گوگل اینجا نه ندارم واقعا اون تابلو بعداً می‌نویسی میتونید یادداشت بفرمایید یک دو امیدوارم که در صدد هستیم که با همکاری خانم حضرتی اگه بشه چون هم شاگردای فرانسوی من که خوشنویسی کار می‌کنم پیش من خیلی مایل هستن که زبان فارسی یاد بگیرن ایلاشون میان بدونی که واقعا زبان فارسی بلد باشن و از طرفی هم خب کلاس های فارسی اینجا توی انجمن هستش و اینا ما امیدواریم که بتونیم این هنری که امیدوارم بتونیم همکاری واقعا کارهای بیشتر بکنیم واقعا فکر کنم کمک رو پیوندشون خیلی زیبا میشه زبان فارسی با خوشنویسی برای خط ملی ما خطی است که دیجورای هویت ما ایرانی هست فکر کنم اگه شما کمک کنید یه مقدار از این انحصاری که از ایرانی ها بانک ایرانی ها واقعا تو تاریخ تو خوشنویسی بیشترین زحمت رو کشیدن ولی متاسفانه به اسم ایرانی ها نیست و این باید اینو بریم ما همت کنیم که اینجا بریم بله یک دنیا متشکرم واقعا لطف کردید بازم از موفق باشید خب میرسیم به سخنران عزیز و گرامی جناب آقای دکتر جمشید اسدی
همونطور که گفتم ایشون واقعا لطف کردن، تشریف آوردن. آقای اسدی تحصیلات خودشون رو در دانشگاه دوفین اینجا انجام دادن در زمینه بازاریابی و ارتباطات. 5 کتاب به زبان فرانسه نوشتن. ایشون استاد و پژوهشگر هستن. استاد هستن در گروپ برگندی سکول اف بیزنس در شهر دیجون و سخنرانی های ایشون چندین سخنرانی بسیار مفید و خوب داشتن که به زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی، همچنین تدریس ایشون به زبان فرانسه و انگلیسی هست. 5 کتاب فقط به زبان فرانسه هست. 6 جدیدن هم منتشر شده، بله. و واقعا دکتر اسدی بسیار بسیار زیاد کار کردن، حدود شاید بیشتر از 100 مقاله نوشتن که من اینا رو دیگه نمیتونم تک تک بخونم، فقط میتونم بگم که بسیار بسیار مفید کار کردن و سخنرانی های ایشون همیشه بسیار عالی بوده و بسیار مورد تحسین صاحب نظران بوده. ایشون عضو چندین انتشارات فرانسوی و انگلیسی هستند و پژوهش همچنان ادامه دارد. من دیگه زیاد در موردشون نمیگم چون میذارم که خودشون صحبت کنن. سخنرانی امشب ما در مورد جهانی شدن چیست و ایشون خیلی زیاد در مورد اینترنت و ارتباطات کار کردن و قدرت جهانی شدن رو با اینترنت و زمینه های اقتصادی نشون دادن، خودشون خواهند گفت. یک خلاصه میخونم. جهانی شدن چیست به گفته مک‌گو؟ یعنی افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر از دولت‌ها دامن می‌گستراند و نظام جدید جهانی را می‌سازد. در عصر مدرن سطح و عمق فاصله‌گیری زمانی و مکانی بسیار بالاتر از دوران پیشین است و روابط میان رویدادهای اجتماعی و دوردست به همین اندازه در هم تنیده شده است. جهانی شدن اساساً به همین فراگرد دستیابنده مرتبط است، تا آنجا که شیوه های ارتباطات میان زمینه ها و یا مناطق گوناگون اجتماعی در پهنه کل سطح زمین در قالب شبکه‌ای در آمده است. جهانی شدن را می توان تشدید روابط اجتماعی در سطح جهانی تعریف کرد. یک خلاصه خیلی خیلی چند خط خیلی مختصر در مورد جهانی شدن بود که استاد ادامه خواهند داد. قبل از سخنرانی ایشون سخنرانی بعد رو اعلام کنم. سخنرانی دکتر شاهین سراج هست که در مورد فردوسی و حماسه ملی از نگاه ملک و شعرهای بهار صحبت خواهند کرد. روزش هست 25 اکتبر ساعت 1:45 تشریف بیارید. روی میزها آفیش گذاشته شده. من دیگه زیاد صحبت نمی کنم، کلامو میدم به جناب آقای دکتر جمشید اسدی. میدونم منتظر گفتار ایشون هستید. قربان شما، بفرمایید. من دیگه در کنار خواهم بود. لطف بفرمایید بگذارید سخنران مطلب خودشون رو به یک جایی برسونن. حتما برای پرسش و پاسخ وقت خواهیم داشت. خیلی متشکرم.